که های گویای مشعل تقدیم می کند آنچه بر ایران گذشت نوشته دکتر فریدون قاسمی پایان بست نشینی و برگزاری جشن و شادی صدور فرمان دوم مزفر شاه از طرف عموم با شاری پذیرفته شد و همان شب تهران و تمام شهرهای ایران جشن گرفتند و چراغانی کردند و مردم که دکانهای خود را تا آن روز بسته بودند باز کردند و بسنشینان نشینان سفارت با کامیابی از سفارت انگلیس بیرون رفتند علاوه بر این از ملک که یکی از برجستترین رجال ایران و مورد احترام و تکریم عموم بود از طرف مظفرالدین شاه مأمور شد که به قوم رفته و مهاجرین را با احترام به تهران بیاورده پیرو این دستور ازادال به قوم رفت و با تجملات سلطنتی به اتفاق آقایان روحانیون مهاجر به تهران بازگشت. کاروان مهاجرین در میان جمعیت زیاد استقبال کنندگان با شادی و فریادهای زنده باد علما و زنده باد ملت که برای اولین بار در ایران تنین انداز می شد مورد استقبال قرار گرفت و هر کدام از روحانیون به خانه خود رفتند. تدارک نظامنامه انتخابات برگرفته از کتابید به چاپ 1387 پس از صدور فرمان مشروطی از سران مشروط خواهان و ملیون و ادهی از وزیران و درباریان به دعوت دربار در محل مدرسه نظام که یکی از ساختمانهای دربار بود گرد آمدنده و از از شاهزادگان سالکرده قاجار از طرف دولت از میهمانان پذیرایی کرده در این مجلس که مقدمه تشکیل انجمن انتخابات به منظور تهیه و تدوین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی بود میرزا نصرالله مشیر دوله و پس از وی ملک المتکلمین به ترتیب از جانب دولت و مردم سخن گفتند و رغم کارشکنی های عناصر مرتجع درباری که هنوز به دوام و بقای رژیم استبداد امیدوار بودند سرانجام نظامنامه انتخابات تدوین شد و در هفته شهریور 1285 خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید در خلال مدتی که فرمان مشروطیت صادر و اعلام شده بود تا تهیه و تدوین نظامنامه انتخابات قالب شهرستان ها از جریان امر بی اطلاع مانده بودند زیرا به دستور دولت تلگراف خانه از مخابره تلگراف های ملیون و پیشوایان نهزت در تهران به شهرستان ها خودداری می وزیدند. قدر مسلم این است که در و ملایان مرتجع و دی از جیرخاران صفره گسترده موقوفات و عناصری نظیر آنان در برابر ملیون و مشروط که اینک نخستین پیروزی بزرگ را در انقلاب آرام به دست آورده بودند دست به توته می زدند و ساکت و آرام ننشسته بودند. یکی از هدفهای آنان این بود که با استفاده از یک سستی و فطوری که پس از صدور فرمان مشروطه در فعالیت انقلابی ملیون پدید آمده بود دو مشغول بودن رهبران و سران آزادی خان به تدوین نظام نامه و تهیه مقدمات افتتاح مجلس شورای ملی و سه آرامشی که در وضع پایتخت حاصل شده بود به یک بار اساس مشروط را در تهران بر هم بزنند و پیش از آن که مردم شهرستان ها در صدد همکاری و همدردی با میلیون برایند به هر وسیله که باشد شاه را به نسخ فرمان وادار کنند اما سران میلیون خاص آقایان سید محمد تباتبایی و سید عبدالله بهبهانی و اطرافیان آنان با نهایت هوشیاری و واقع بینی مراقب اوضاع و احوال بودند و برای آنکه دشمنان آزادی از عامل زمان برای اجرای نیات خود استفاده نکنند در تدوین نظامنامه و تعی مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی تسریع کردند اما حتی پیش از آنکه انتخابات شهرستانها پایان یابد همین که نمایندگان تهران برگزیده شدند مجلس شورای ملی را تشکیل دادند و مظفرالدین شاه را برای افتتاح دعوت کردند افتتاح مجلس شورای ملی و انتخاب هیئت رئیسه آن پس از تصویب نظامنامه انتخابات و پایان یافتن انتخابات تهران مجلس شورای ملی با شرکت 60 نفر نمایندگان تهران تشکیل گردید از این 60 نفر چهار تن از شاهزادگان قاجار چهار نفر از علما و طلاب ده نفر از بازرگانان ده نفر از مالکان و کشاورزان و 32 نفر بقیه از اصناف و پیشوران بودند. مجلس شورای ملی در روز یک شنبه چهارده مهر 1285 خورشیدی با حضور وزیران، نمایندگان سیاسی خارجی، سید محمد تبا سید عبدالله بهبهانی و چند تن دیگر از علما و مجتهدین تهران در کاخ گلستان به وسیله مزفر شاه رسما افتتاح شد و شاه که با حال بیماری و نقاحت در مجلس حاضر شده بود شروع به قرائت خطابه ای که از پیش تهیه شده بود کرد ولی پس از قرائت چند جمله از خطابه به گری افتاد و نظام الملک دنباله خطابه را خواند متن خطابه به قرار زیر بود بسم الله الرحمن الرحیم منت خدایی را که آنچه سالها در نظر داشتیم امروز به اون الله از قوه به فعل آمد و با انجام مقصود مهم به عنایت الهی موفق شدیم زهی روز مبارک و میمون که روز افتتاح مجلس شورای ملی است مجلسی که رشته امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می دارد و علایق ما بین دولت و ملت را متین و محکم می سازد مجلسی که مظهر افکار عام و احتیاجات اهالی مملکت است مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص و همایون ما در حفظ ودایی است که ذات واجب الوجود به کف کفایت ما سپرده امروز روزی است که بر وداد و اتحاد ما بین دولت و ملت افسوده می شود و اساس دولت و ملت بر شالوده محکم گذارده می شود امروز روزی است که یقین داریم رؤسای محترم ملت و وزرای دولت و امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوایر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی وطن ما بکوشند و هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و ملت و منافع اهالی و مملکت و البته میدانید که این است اساس مقدسی که به ملاحظات شخصی مشوب و مختل نشود و با قرایز نفسانی فاسد نگردد حال بر انتخاب شدگان است که تکالیف خود را چنان که منظور نظر دولت و ملت است انجام بدهند ولی است که هیچ کدام از شما منتخبین انتخاب نشدید مگر به واسطه تفوق و رجحانی که از حیث اخلاق و معلومات بر اغلب مردم داشته اید و خود این نکته باعث اطمینان خاطر قوت قلب ماست و رجاع واسق داریم که با کمال دانش و بینش و بیقرزی در این جاده مقدس قدم خواهید زد و تکالیف خود را با کمال صداقت و درستی انجام خواهید داد ولی با وجود این چون قاطبه اهالی را مثل فرزندان خود دوست داریم و نیکو بد را نیکو بد خودمان میدانیم در خوشنودی و مسرت و غم و علم آنها صحیم و شریکیم الف لام میم علم رو خود ایشون اعراب گذاشتن علم آنها صحیم و شریکیم باز لازم از خاطر شما را به این نکته معطوف داریم که تا دا امروز نتیجه اعمال هر کدام از شماها فقط آید خودتان بود و بس ولی از امروز شامل حال هزار نفوس است که شماها را انتخاب کردند و منتظرند که شماها با خلوص نیت و پاکی عقیدت به دولت و ملت خود خدمت نمایید و از اموری که باعث فساد است احتراز نمایید پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید این پند و نصیحت ما را هیچ وقت فراموش نکنید و آنی از مسئولیت بزرگی که بر عهده گرفته اید غافل نباشید و بدانید که خداوند متعال ناظر حقیقی اعمال ما هاست و حافظ حق و حقانیت دست خدا همراه شما بروید مسئولیتی را که بر عهده گرفته اید با صداقت و درستی انجام دهید و به فضل قادر متعال و توجه ما مستحضر و امیدوار باشید 18 شعبان المعظم 1324 قمری روز بعد 19 شعبان نمایندگان مجلس گرد آمدند و پس از اینکه از آنان پذیرایی به عمل آمد هیئت رئیسه ی مجلس را به شرح زیر به اتفاق آرا انتخاب کردند مرتزا قولی سنی و دوله که در حدود 45 سال داشت و مدتی نیز در خارج از کشور تحصیل کرده بود به ریاست مجلس میرزا حسن خان وسوق الدوله که از جوانان با علم و دانش بود به نایب اولی رئیس مجلس حاج محمد حسین امین و زرب به نایب دومی رئیس مجلس سید محمد تقی حراتی میرزا علی اکبر خان دبیر سلطان و میرزا اسماعیل خان اون و دوله به عنوان منشیهای ریاست مجلس متاسفانه عمر این مجلس کوتاه بود و به طوری که بعدا در بخش به توپ بستن مسجد سپه سالار و مجلس شورای ملی توسط بریگاد قذاق شهر داده خواهد شد پس از یک سال و هشت ماه فعالیت در دوران سلطنت محمد علی شاه به توپ بسته شد و از ادامه فعالیت باز ماند. قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود پس از حضور نمایندگان شهرستان ها کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود و مجلس آن قانون را که ابتداعا نظامنامه اساسی خوانده بود در پنجا اصل تدوین کرد و روز چهارده زی قعده 1324 قمری هشتم دی ماه 1285 خورشیدی به امضای مزفر الدین شاه و محمد علی ولی احترسند. مزفر شاه مقدمه ای به شرح زیر بر قانون اساسی نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم آنکه مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مبرخ چارده همه جمادیال آخر 1324 از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله امر به تأسیس مجلس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علا قدر مراتب هم محق و و تشخیص و تعیین اعضای مجلس را به انتخاب ملت محول داشتیم اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است اصول و مواد نظامنامه اساسی شورای ملی را که مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس مزبور حدود روابط آن نسبت به ادارت است از قرار اصول زیر مقرر می داریم. شاه قانون اساسی مشروطه از اصل یک تا پونزده در تشکیل مجلس و از اصل پانزده تا سی و یک در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن و از اصل سی و دو تا 38 در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی و از اصل 39 تا 42 عنوان مطالب از طرف مجلس و از اصل 43 تا 47 در شرایط تشکیل مجلس سنا و بقیه اصول متزمن مواد مشترک بین دو مجلس و کیفیت و شرایط انحلال مجلسین و اصل 51 چنین بود. اصل 51 مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجرا فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده خود شناسند گرچه رهبران انقلاب از کاستی های قانون اساسی در مورد حقوق افراد و آزادی های فردی و اجتماعی آگاه بودند ولی با توجه به توطعه و دستیسه های دشمنان انقلاب در این موارد اصرار و پافشاری نکردند و ترجیح دادند که با سرعت و عجله قانون اساسی را تدوین و تصویب کنند تا در شرایط مساعد و پس از استقرار کامل قوه مغننه در تکمیل قانون اساسی بکوشند به طوری که بعدا شرح آن داده خواهد شد این فرصت در آغاز سلطنت محمد علی شاه قاجار به دست آمد و نقایص قانون اساسی طی قانون جدیدی زیر عنوان متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی و امضای شاه جدید رسید نگرانی محمد علی میرزا از نرسیدن به سلطنت در حالی که بیماری مزفردین شاه روز به روز شدیدتر میشد، ملک منصور میرزا شعاع السلطنه، دومین پسر مزفردین شاه و حکمران ستمگر ایالت فارس کوشش میکرد که به مقام ولیهدی برسد محمد علی میرزا مورد کینه ی مشروط خوان تبریز بود و مشروط طلبان تهران هم دل خوشی از وی نداشتند و وی را متهم می که کسانی را از طرف خود نجف فرستاده تا روحانیون نجف را بر ضد مشروطیت تحریک کند علاوه بر این مشروط خان از خطاکاری‌های های دوره ولایت اهدیش در تبریز نیز اطلاع داشتند و هیچ وقت به حرفها و دروغ های به اعتماد نمی کردند. در این اوضاع محمد علی میرزا برای تحکیم مقام خود با عجل تبریز را ترک کرد و راهی تهران شد وی پیش از حرکت از تبریز برای تبرعه خود و طرفداری از مشروطیت نامه زیر را به سید عبدالله بهبهانی نوشت. سید عبدالله بهبهانی پس از دریافت نامه محمد علی میرزا آن را در روزنامه مجلس به چاپ رساند. متن نامه به قرار زیر بود. از قراری که شنیدم از تبریز کاغذی به جنابالی نوشتند که ولیعت مخالف با عقاید ملت است و مجلس را که بندگان اقدس همایونی ارواح نافدا داده است قبول ندارد اولا به ذات مقدس پروردگار قسم میخورم که این مطلب به کلی خلاف و بی اساس است و من از خدا میخواهم که این دولت و ملت ترقی کرده و رفع این مزلت ها بشود ثانیا به سر جدت قسم که اگر آدمی به عتبات فرستاده باشم در پرده نخواهد ماند و آشکار خواهد شد برای چه؟ چرا باید من مخالف این عقیده و منکر آبادی مملکت باشم سالسن از شخص شما تعجب دارم چرا اینطور تصور را نسبت به من داشته اید و چرا این کاغذ را باور کرده اید مگر خودتان آن اشخاص مغرز را نمی شناسید این سهل است هزارها از این اقدامات بر علیه من می نمایند چرا شما باید باور کنید خواهش دارم سایرین را هم خودتان اطلاع بدهید که بدانند این تهمت است و منتظر جواب کاغذ هستم زیاده زحمت ندارم متاسفانه این نامه سرتا پافری به محمد علی میرزا که در آن روز از روی ترس و ناچاری نوشته شده بود بعضی از مردان ساده دل را مطمئن کرد چنان که روزنامه حبل المتین پس از نشر آن نامه محمد علی میرزا را طرفدار مشروطیت خواند و از وی ستایش و مردم را به طرفداری وی تشویق کرد مهمتر از آنچه در بالا گفته شد این است که محمد علی میرسا سید محمد تبا تبایی و سید عبدالله بهبهانی را فریب داد و آنها را با خود موافق کرد و با این نیرنگ پس از فوت مزفر شاه به سلطنت رسید. محمد علی میرزا در هفته شوال 1324 قمری رهسپار تهران شد و پس از رسیدن به تهران چون شاه مریض بود زمام کار سلطنت را عملا در دست گرفت و کوشش کرد که اعتماد مردم و سران مشروط خواه را به خود جلب کند و خود را طرفدار مشروط معرفی کند. در گذشت مزفر شاه مزفر شاه که دیر زمانی گرفتاری بیماری کلیه بود در 24 زیقعده 1324 یعنی 18 دی ماه 1285 خورشیدی در ساعت 6 شب در گذشت و با مرگ وی روز بدبختی، خونریزی، انقلاب و نفوذ روزافزون دولت روسیه در ایران شروع شد و دامنه آن به مدت چهار سال طول کشید. جنازه مزفر شاه را با تجلیل تمام در تکیه دولت به امانت گذاردند تا بعداً برای خاک سپاری به کربلا منتقل شود. مجلس جدید و تأسیس شورای ملی به پاس احترام وی سه روز تعطیل کرد و مردم هم از درگذشت او که مشروطیت را از خود به جای گذاشته بود با شور و سوزی بی در مجالس سوگ وی شرکت کردند به علاوه مجلس لوحه ماده تاریخ فرمان مشروطیت را در عبارت عدل مزفر که به حساب ابجد 1324 می شود بر سردر مجلس نصب کرده مزفر دینشا 55 و پنج سال قمری زندگی کرد و از این مدت یازده سال پادشاه بود. ارزیابی دوران سلطنت مزفر دینشا مزفر دین میرزای که بعد از کشته شدن پدرش ناصر دینشا در هفته یزی قرده 1313 در تهران در تاریخ 25 زی حجه 1313 قمری به نام مزفر دینشا به سلطنت است. هنگام جلوس تفلی سال خورده بود. او در این هنگام چهل و چهار سال عمر داشت و بخش امده از عمر خود را در تبریز با عنوان ولی اهدی در انتظار نیل به سلطنت گذرانده بود. وی در آغاز سلطنت مردی جا افتاده رنجور و بیحال بود و برخلاف برادران دیگرش کامران میرزا و زلو سلطان بیش از حد کودن بیحافظه و فاقد هر گونه صفاتی بود که در امر حکومت ضرورت داشت. با چنین پادشاهی که از قضا دل ره، ترسو و عاری از حیبت و سولت لازم برای فرمان روایی بود، ایران که از استبداد و بیمسئولیتی پدرش آن همه رنج کشیده بود، امیدی برای رهایی از بیداد حکام غارتگر و مطامع سیاست های مداخل جوی استعمارگر نمیتوانست داشته باشد. خلاصان که اطرافیان شاه بیشتر تحت نفوذ سیاست روسیا انگلیس بودند و شاه هم که از هر دو می ترسید و بیشتر به حمایت روس ها متکی بود از خود اراده ای نداشت. بذل و بخشش بی حساب این پادشاه و دستاندازی درباریان به خزانه و آیدات دولت مملکت را به طرف ورشکستگی سوق داد و همین نکته زمینی گرفتن وام از روسیه را فراهم ساخت. و موجب ازل میرزا علی خان امینا دوله و انتصاب دوباره میرزا علی از خرخان امین سلطان شد. مزفر شد جسمن علیل و روحن ضعیف بود و همین دلیل رغبت به فرمان روائی و رسیدگی به کارهای مملکتی نداشت و کلیه کارها در دست صدر اعظم و دربادیان بود. پس از اینکه دربادیان در اندک زمانی آنچه پول نقد در خزانه و از درآمد دولت به دست می آمد. به مصرف عیش و اشترت رساندند بنای فروش خالصجات دولتی را گذاردند به این ترتیب مردان متنفذ و رجال دولت و عده زیادی از روحانیون با پرداخت پول مختصری صاحب صدها هزار تومان املاک و دهات شدند چنانکه با تقدیم صد اشرفی بعضی املاکی را که متجاوز از صد هزار تومان قیمت داشت به دست می آوردند. مهمترین تأثیری که سلطنت مزفردین شد در ایران کرد این بود که زنجیر اسارت که به گردن افراد ملت ایران بسته شده بود تا حدی سوس شد و مردم توانستند بیش از پیش به روزنامه ها و مجلات خارجی دست یابند و با هم درباره اوضاع کشور گفته کنند. فرهنگی که تلیعه آزادی یا مشروطیتش باید نامید در زمان این پادشاه شروع شد و ترجمه بعضی از کتب تاریخ در این دوره آغاز گشت و بالاتر از همه مشروطیت در دوران سلطنت این پادشاه نصیب ملت ایران شد در دوران سلطنت این پادشاه بهرین به طور قطع در تحت سلطه انگلیسی ها قرار گرفت و قسمتی از آب هیرمند را افغان ها تصاحب کردند عثمانی ها هم در سرحدات ایران دست به تجاوزاتی زدند و امتیازاتی هم از قبیل امتیاز راه آهن به روسیه و امتیاز بانک آلمانی به آلمانها امتیاز بانک استقرازی به روس ها امتیاز انحصاری و دائم اکتشافات باستانشناسی در سراسر ایران به فرانسه و امتیاز اکتشاف و بهرهبرداری نفت و گاز به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی داده شد. نفوز روس ها در دوران سلطنت مزفر شاه بیش از پیش فزونه یافت و مداخله آنان در امور داخلی به جایی رسید که حتی در انتخاب معمورین دولت مداخله میکردند و خود را زیحق میدانستند که در کارهای ایران اظهار نظر کنند. بدون شک اگر جنگ ژاپن و روسیه پیش نیامده بود و روس ها شکست نخورده بودند در همان زمان به استقلال ایران خاتمه میدادند و یا آنکه قسمتی از ایران را زمیمه خاک خود می کردند. سلطنت محمد علی شاه محمد علی میرزا که در سال 1289 قمری در تبریز متولد شده و مادرش دختر میرزا تقیخان امیر کبیر بود. در سال 1313 قمری در سن 24 سالگی به ولی احدی منصوب و به آذربایجان معمول گردید. وی پس از فوت پدرش مزفر شاه در چهارم زیهدجه 1324 28 1285 دی 1285 خورشیدی در تهران تاج گذاری کرد و مدت سه روز در تهران و در همه شهرها چراغان کردند وی هنگام ولی اهدی با مشروط خواهان هم داستانی نشان داد و در طی نام ای به سید عبدالله بهبهانی وفاداری خود را نسبت به رژیم مشروطه یادآور شد ولی چنان به نظر می رسید که وی باطنا در اندیشه ویران کردن اساس مشروطه و توطعه علیه آزادی و رژیم دموکراسی بود و به همین جهت از آغاز سلطنت وی بین ملیون و رهبران مجلس شورای ملی و آزادی خان و طرفداران مشروطه مطالبی پیش آمد که هاکی از بیم نسبت به آینده بود در مراسم تاجگذاری محمد علی شاه نشانه ای از بی وی به نمایندگان مجلس شورای ملی پیش آمده که بر بدبینی آزادی خواهن نسبت به وی افسود در این مراسم که به طور رسمی انجام گرفت و کلیه وزرا، سوفرا نمایندگان سیاسی خارجی، روحانیون و اعیان و اشراف حضور داشتند از نمایندگان ملت دعوت به عمل نیامده بود و سنی و دوله و صد و دوله، نمایندگان مجلس به اعضای طبقه اعیان در آن مراسم شرکت کرده بودند این موضوع موجب براشفتگی و اعتراض نمایندگان مجلس کردید و چند نفر از نمایندگان نارضایتی خود را از این موضوع به ترتیب زیر بیان کردند میرزا تاهر تون کابونی نماینده تهران از طبقه علما گفت سلطان و ملت است و باید از طرف ملت تاج بر سرش بگذارند و مجلس نماینده ملت است میرزا محمود کتاب فروش دمانده طبقه اصناف از ضمن گله و شکایت از بی محمد علی به مجلس گفت حالا که اول شخص است اگر میتواند مطالبه حق خودش را بکند و الا بعدها نمیتواند کاری از پیش ببرد. نمایندگان دیگر نیز هر یک در این بار مطالبی گفتند. اما محمد علی که زیر نفوذ روسیه تزاری قرار داشت و برای رسیدن به تاج و تخت با مشروط خان هم دردی نشان داده بود اکنون که تخت و تاج را در اختیار خود داشت و روسیه تزاری را پشتیبان خود میدید به گفته ها با اعتراضات نمایندگان مجلس اهمیتی نمیداد و همچنان به اقدامات خود برای برانداختن نظام مشروط ادامه میداد بدین ترتیب آغاز سلطنت محمد علی شاه را باید آغاز مبارزه واقعی و قطعی بین نیروهای ملی و عوامل رژیم استبداد است طی این مبارزه مردان شور آزادی خواهی مردان از جان گذشته به کمال رسید و سحنه پرشور انقلاب بزرگ ایران با خون جوانان و مردان قیور بر سینه تاریخ نقش بست. نخستین کابینه قانونی پس از تاجگذاری محمد علی شاه میرزا مکیر دوله که در اواخر سلطنت مزفردین شاه مقام صدارت را بر عهده داشت به کار خود ادامه داد ولی به دلیل اختلافاتی که با محمد علی شاه پیدا کرده از سمت خود برکنار شد پس از آن کابینه ای که موافق با خواسته های مجلس بود تشکیل گردید بدین ترتیب که همه ی کارها و ادارات دولتی را به هشت بخش تقسیم کرده و هشت وزارتخانه به وجود آوردند مطابق قانون اساسی مشروطیت این وزرا میبایست به مجلس معرفی شده و در مقابل آن پاسخگو باشند این وزرا در 29 اسفند 1285 خورشیدی به مجلس رفتند و چون صدر اعظم و یا رئیس الوزرایی در میان نبود وزیر داخل میرزا سلطان علی خان وزیرفخم آنان را به شرح زیر به مجلس معرفی کرد کامرر میرزای نایب السلطنه وزیر جنگ عبدالحسین میرزا فرمان فرما وزیر عدلیه میرزا محمد علی خان علا و سلطنه وزیر خارجه میرزا سلطان علی خان وزیر افخم وزیر داخله میرزا ابوالقاسم خان ناصر الملک وزیر مالیه میرزا مهدی قلی خان مخبر و سلطنه وزیر علوم و معارف نظام الدین کاشی مهندس الممالک قفاری وزیر فواید عامه وزیر همایون وزیر تجارت سید عبدالله بهبهانی از سوی مجلس از وزیر تشکر کرد و گفت همانطور که نمایندگان مجلس سوگند خوردند وزیران هم میباید سوگند بخورند وزیر داخله که خود جانشین رئیس الوزراء بود چنین پاسخ داد فردا که جمعه و اول سال است انشاءالله پس فردا جمع شده در حضور اعلا حضرت همایون با حضور حجج اسلام قسم یاد می نماییم. آنگاه وزیر عدلیه چنین گفت هیچ روز مبارکتر از امروز نیست که تماماً با جان و مال برای ترقی مملکت حاضر شده اند و البته حاضریم قسم یاد نماییم و هیچ عبایی از قسم ندادیم. نمایندگان تماشاچیان بسیار شادی کردند. ولی این گفته ها از وزیران و آن نوید سوگندی که میدادند جز دروغ چیز دیگری نبود زیرا محمد علی شاه همچنان با مشروط دشمنی میکرد و در همان روزها با میرزا علی اسقرخان امینا سلطان که در اروپا بود در حال گفتگو بود که وی را به ایران بازگرداند و رشته کارها را به وی بسپارد در هر حال این نخستین کابینه قانونی بود که به مجلس شورای ملی معرفی گردید نخستین بهار آزادی برگرفته از کسروی تاریخ مشروط چاپ 1380 انگامی که اول فروردین 1286 خورشیدی فرا رسید و فصل بهار آغاز شد این روز از خوشترین روزها بود انبوه مردم با دلهای پر از امید و آرزو در راه پیشرفت کشور به کوشش برخواسته و پیر و جوان توانگر و فقیر ملا و آمی همگی کار می کردند ها و کینه ها ناچیز شده و آرزوی پیشرفت کشور و مردم بر هر چیز دیگر برتری یافته بود دوستان گرامی فقط خدمتتون ارز کنم که در این دوره 90 درصد مردم رعیت بودن تو روستاها ها 10 درصد تو شهرها از این 10 در درصد بخشی در تهران بودند از این بخشی که در تهران بودند در واقع بال سواد توشون بسیار کم بود این که میفرمان مردم از پیر و جوان و اینا تصور میکنم به معدودی بوده البته تحت تاثیر روحانیت بودن بیشک اکثریت مردم نهایتا بس میشه گفت یه بسیار معدود روشن فکران و روحانیون همین مردمی رو که به کوشش برخواسته بودن رو تشکیل بده در این بهار در تبریز یک کار مهم در حال پیشرفت بود این کار که از زمستان آغاز شده بود عبارت از تمرین سپاهی و تیراندازی بود روزهای جمعه بازارها بسته میشد و مردم در سه مسجد گرد می آمدند. و به حرفهای سخنرانان گوش فرا میدادند سخنرانان از قانون برابری و همیاری مانند اینها سخن میگفتند و درباره آینده به مردم نوید میدادند و برای گفته های خود از قرآن و حدیث شاهد میآوردند به علاوه بارها از ناتوانی کشور سخن میان میآوردند و شکست فتح علی شاه و از دست دادن قفقاز و داستان های مانند آن را یادآوری کرده و مردم را به تهیه تفنگ و آموختن تیراندازی تشویق می کردند. از آنجا که بسیاری از بازاریان و مردم آماده جانفشانی برای کشور بودند تفنگ و فشنگ خریداری کردند و روزهای جمعه در بیرون شهر به تمرین تیراندازی می پرداختند. قرارداد 1907 میلادی روسیه و انگلیس اندکی پس از صدور فرمان مشروطیت در ایران دولت های روس و انگلیس پس از مدت کشمکش سخت سیاسی در آسیا و خصوصا در حدود افغانستان و ایران یعنی در نقاطی که در نزدیکی مستعمرات ایشان واقع شده بود در سال 1907 میلادی در دوره کشمکش های بین محمد شاه و مجلس اول قراردادی با یکدیگر بستند و اختلافات خود را دوستانه حل کردند قسمت مهمی از این قرارداد راجع به ایران بود به این معنی که دولتین روسیه و انگلیس ایران را به سه منطقه تقسیم کردند و چون این قرار گذاشتم که دولت انگلیس منطقه ای را که در شمال خط واصل از و شیرین به اصفهان یزد و گردنه زلفقار است منطقه نفوذ روسیه بشناسد و در آنجا هیچ قسم امتیاز راه آهن بانک، تلگراف، بیمه و غیره برای خود رعایای خود یا دولت دیگر نگیرد و در تحصیل این امتیازات با روسیه مخالفت نکند. دولت روسیه هم عین همین تعهد را برای منطقه ای در جنوب شرقی ایران که شامل سیستان و لوسستان و بندرباس می شد برای دولت انگلیس به گردن گرفت و قسمت بین این دو منطقه عنوان منطقه بیطرف را پیدا کرده. علاوه بر این دولتین روس و انگلیس عموم امتیازاتی را که سابق نظیران گرفته بودند رسمی و برقرار شمرده و نظارت در اواید را هم در مناطق نفوذ خود تحت اراده خیش درآوردند اگرچه دولت ایران به این قرارداد اعتراض کرد لیکن هیچ یک از دو دولت به این اعتراض توجهی نکردند در ایران مجامع ملی و خطبا منعقد کنندگان این قرارداد را دشمن ملت ایران خواندند و تنفر خود را از این پیش آمد در تمام جراید به اطلاع ملل آزادیخواه و کشورهای طرفدار حقوق بشر رساندند و دولت انگلیس را که تا آن زمان طرفدار استقلال ایران و حامی مشروط میپنداشتند دوستی مزور و بدخواه ملل شرق و طالب استعمار خواندند ملک متکلمین در تجمع مهمی که برای اظهار تنفر ملت ایران از قرارداد 1907 در تهران برگزار شد چنین گفت ما از دولت مستبد و جابر روسیه در مقابل نهزت آزادی خواهی ایران این اکسل عمل رو انتظار داشتیم و یقین داشتیم ستمگران روسیه عاقبت هم با ما همان معامله ای را که با آزادی خواهن آن دیار و کشورهای ضعیف همسایه خود کردند هم خواهند کرده و به هر وسیله که ممکن شود سعی خواهند کرد دامنه ی مطامع سیاسی و استبدادی خود را در ایران توسعه دهند ده و درخت آزادی را که با خون جوان ایرانی آبیاری شده و استقلال ایران که بر پایه مشروطیت برقرار و استوار گشته و ستاره آزادی که در افق ایران طلوع کرده و با نور خود قلوب آزادی روسیه را روشن و گرم کرده با زور ظلم واژگون نمایند و این کشور باستانی را که دارای با افتقار ترین تاریخ جهان است و قرنها بر دنیای متمدن حکومت می کرده و مهد دانش و تمدن بود نابود سازند و ما را چون ترکستان و قفقاز زیر دست خود قرار دهند فعالیت مجلس شورای ملی گردانندگان مجلس شورای ملی با پشتیبانی ملیون آزادیخواهان و مطبوعات در صدد برآمدند که دست عوامل و عناصر دست نشانده سیاست های بیگانه را از سازمان های دولتی و ملی کوتاه کنند و از دریافت هر گونه وام از بیگانگان جلوگیری کنند. نمایندگان پرشور نخستین دور مجلس با دلیری و بیباکی در برابر محمد علی شاه و هیئت دولت وی ایستادند. و در شرایطی که هنوز شاهزادگان قاجار با حکام ولایت دوران استبداد بر ایالات و ولایت حکومت میکردند مجلس میخواست کار تصفیه و اصلاح دستگاه دولتی را به نفع رژیم جدید از پایتخت آغاز کند به همین جهت به تدریج زمزمه اخراج مستشاران خارجی از ایران در مجلس پیچید و در همان اوقات موضوع تأسیس بانک ملی ایران و تجدید نظر در میزان حقوق و مستمری شاه و شاهزادگان نیز مطرح شد و به این ترتیب مسائل زیر در برنامه کار و اقدامات مجلس قرار گرفت. اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه از ایران تجدید نظر در حقوق و مستمری شاه و تعیین مبلغ آن و جلوگیری از تجاوز از آن مبلغ تأسیس بانک ملی ایران ممنوعیت درخواست هر گونه وام از روسیه و انگلیس جلوگیری از استفاده های نامشروع اموال دولت به ویژه در مورد وصول مالیات محمد علی شاه علی رغم خودپسندی و غرور ذاتی و دلبستگی که به بازگرداندن رژیم استبداد داشت در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت نوز بلژیکی پس از حدود ده سال خدمت در ایران در تاریخ 22 اولی 1286 خورشیدی خاتمه داده. ولی وزیر مالیه وی میرزا عبالقاسم خان ناصر الملک از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به منظور تجدید نظر در حقوق و مستمری شاه خودداری ورزید و این کار به نتیجه نرسید. مسئله تاسیس بانک ملی که نشانه از روح وطندوستی نمایندگان دوره اول بود با کارشکنی و دسیسه بانک شاهنشاهی و بانک استقرازی مواجه شد. درست هنگامی که پارسیان زرتشتی ساکن هند با شروع هیجان به جمعآوری سرمایه ی لازم برای تأسیس بانک ملی ایران مشغول بودند و در مجلس شورا درباره این امر مهم شور و گفتگو میشد و مطبوعات در فواید و مزایای آن تبلیغ میکردند ارباب پرویز زرتشتی در یزد به تحریک سنی حضرت که مورد حمایت محمد علی شاه بود کشته شد. این جنایت بزرگ که محرک آن بعد از عزل محمد علی شاه اعدام گردید هرچند که مجلس شورا مطبوعات و اکثریت مردم را ازادار ساخت ولی موجب دلسردی پارسیان گردید و تأسیس بانک عملی نشد. در مورد درخواست وام از بیگانگان مجلس دوری اول پیروز شد ولی بعدها حکومت مشروط ناگزیر شد برای حفظ رژیم و جلوگیری از افلاس و ورشکستگی کشور به وسیله بانکهای استقراضی و شاهنشاهی از روسیه و انگلستان وام بگیرد دیگر اینکه مجلس توانست قدرت پیشین سلطنت را کاهش دهد شاهزادگان را از رسیدن به مقام وزیری ممنوع کند اصل مسئولیت وزیران را استوار سازد و خرید فروش مقامات عالیه را که مسئله بسیار بغرنجی بود از میان بردارد.